سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی، به کانال رازهای شیرینی پزی خوش اومدید. امروز من در خدمتتون هستم با روش پخت کیک اسفنجی. ما برای درست کردن کیک اسفنجی نیاز به 6 عدد تخم مرغ داریم که لازمه سفیده و زرده رو از همدیگه جدا کنیم. اولین کاری که انجام میدیم، میاییم در دو ظرف متفاوت سفیده و زرده رو جدا میکنیم. سعی میکنیم که اینها با همدیگه مخلوط نشه. من سفیده رو داخل این ظرف میریزم و زرده رو داخل ظرف دیگه. من این 6 تا تخم مرغی که برای درست کردن کیک اسفنجی لازم بود، زرده و سفیدش رو از همدیگه جدا کردم. من اول ابتداعاً سفیده رو میزنم، به دلیل اینکه اگر زرده رو بزنم به هیچ عنوان دیگه نمیتونم این پره ها رو داخل سفیده فرو کنم، چون باعث میشه که سفیده ها اونجور که باید پف نکنن. پس ابتداعاً شروع میکنم و سفیده رو زدن تا حدی که کاملاً کف کنه و سعی میکنیم که از ظرف نریزه. ما سفیده رو به حدی زدیم که از ظرف نریزه. به این حد که از ظرف دیگه نمیریزه کفایت میکنه. اونو میذاریم کنار. الان شروع میکنیم به زدن زرده هامون. 150 گرم شکر داریم. نصفش رو به زرده هامون اضافه میکنیم و 1/2 قاشق چایخوری هم وانیل داریم که اون رو هم اضافه میکنیم. یه مقداری رنگش به سفیدی گرایش پیدا کرد، ما بقیه شکرها هم اضافه میکنیم. همینطور که ملاحظه میکنید، رنگ سفیده ها از زردی به سفیدی و کرم رنگ شدن گرایش پیدا میکنه. یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر داریم، به آرد اضافه میکنیم و هم میزنیم. زرده رو به سفیده یا سفیده رو به زرده اضافه میکنیم، تفاوتی نداره. خوب با هم میزنیم. اینو که با هم خوب مخلوط کردیم، آرد رو هم که با بیکینگ پودر خوب هم زدیم به موادمون اضافه میکنیم. اما یه نکته خیلی مهمه، بعد از اینکه ما آرد رو اضافه کردیم، فقط در یه جهت باید هم بزنیم، یعنی نباید هم از این طرف و هم از این طرف هم بزنیم. من اینو از یه جهت هم میزنم، ما بقیه آرد رو هم اضافه میکنم و مجدداً توی جهت هم میزنم. فقط در یه جهت، ببینید، با لیسک بیارید و در یه جهت، هر جهتی رو که انتخاب کردید تا آخر در همون جهت ادامه بدید. ببینید، یه قاشق غذاخوری روغن جامد قنادی داریم، با یه قاشق غذاخوری آرد اول شروع میکنیم به هم زدن. این کار رو من انجام میدم برای اینکه میخوام ته قالبم رو با این چرب کنم. این بهتر از آرد پاشی کردن جواب میده. حالا یه بار امتحان کنید، حتما راضی خواهید بود. یه مقدار دیگه هم احساس میکنم نیاز داره، یه نصف قاشق دیگه اضافه میکنم. خب باز مجدداً هم میزنم تا به صورت یک دست در بیام. این ماده که درست کردیم، ته ظرفمون، ته قالبمون، هر قالبی رو که انتخاب کرده بودیم، هم به پهلواش تا
تمام این آرد و روغنی رو که با هم دیگه یک دست کرده بودیم تا تمام دیواره قالبمون رو هم به اون آغشته میکنیم. ببینید کامل کامل همه جاش رو میپوشونیم. این آرد با تخم مرغ و اون موادی که آماده کردیم زیاد هم نخوره، چون حالت خودش رو از دست میده و دیگه زیاد پف نمیکنه. الان آماده است، من داخل قالب میریزم. تمام مواد رو که ریختیم چند بار ببینید حباب میاد بیرون میزنیم. در فر با 175 درجه سانتیگراد به مدت 45 دقیقه میذاریم تا بپزه. زمان پختمون تموم شد و من میرم تا کیکمون رو از داخل فر در بیارم. خب همینجور که ملاحظه میکنید بسیار بسیار عالی. خب میذارم سرد بشه و وقتی که سرد شد از قالب درش میارم. زمان دادیم کیکمون سرد شد و حالا من داخل ببینید اینم پشتش میذارم داخل ظرف. به با اجازه همه دوستان یه برشی میزنم که از نزدیک بافتش رو مشاهده کنید. خب حالا من میارم بالا تا برشش رو و بافتش رو دوستان نزدیک ملاحظه کنن. ببینید بافتش بسیار نرم و اسفنجی، بافتی بسیار مناسب و عالی. دوستان عزیز این هم کیک اسفنجی پایه ما که به عنوان یادگار انشالله براتون بمونه. اگر از این ویدئوی ما خوشتون اومد لطفاً کانال رازهای شیرینی پزی رو سابسکرایب کنید، دوستان و آشنایانتون معرفی کنید، لایک و کامنت هم نیز فراموش نکنید. ممنون از شما که همراهمون بودید و ویدئوی ما رو تماشا کردید. شاد و خوب و خرم بمانید. به خدا میسپارم. خدا نگهدار.